سرتون شده بود، بالاخره رفتم اتاق خانم. اونجا خیلی اتفاقی کشوی مخفی پیدا کردم. کشوی اسلحه بود و دلار و طلا و یه موبایل بود. گفتم شاید سیم کارتش رو بیارم به درسون بخونه. سالها پیش من متوجه شدم که کاوه با این خانومی که دیدیمش اینشون یه سرسری هست. حالا اون خانوم لحظ شده اون سهمی که کاوه داده نمیخواد بفروشه. عشقی که حق من بود نصیب تو شد، ولی من سرش با تو دعوایی ندارم، ولی سر بچه هم شوخی ندارم. اگه اذیتشون کنی اذیتت میکنم. تموم شد؟ میخوای التماست کنم؟ نکن با زندگی بچه من این کار رو، خدا نکن. الان دیگه وقتش کوتاه بیایی. بزن اینم 779-2793 93 اینو بزن. ندا اسدی، اسدی 44-32 36-94 خانم شاه میری. سلام. سلام. خب من در خدمتم. من فکرامو کردم، حاضرم سهم زمینمو واگذار کنم، ولی شرط داره. چه شرطی؟ شرطش اینه که به اندازه سهم زمینم سهام شرکتو بگیرم. خواسته کمی هم نیست. من نمیتونم تنهایی در موردش تصمیم بگیرم، باید با سینا مشورت کنم. شما با هر کی دوست داشتی مشورت کن، ولی فقط تا فردا مهلت داری به من جواب بدین. اینم بدون اگر راضی شدم بیام اینجا فقط به خاطر التماسای مادرتونه. مادرم؟ مادرم پیش شما چی کار میکردن؟ مادر دیگه واسه بچهش حاضر هر کاری بکنه.
ولی من بعدم نمیاد اون خانم بیاد شرکت. جدی که نمیگی؟ چرا تو من جدی میگم. میخوام بدونم چی تو مغزش میگذره. اما من اصلا دلم نمیخواد این اتفاق بیفته. یعنی شما مخالفین؟ معلومه که مخالفم. وقتی بیاد شرکت یعنی پاشم تو زندگیم باز میشه. میخواد به شما دوتا نزدیک بشه. شما نگران نباش مادر جان. من نمیذارم به ما نزدیک بشه. اگه ما شرط اونو قبول کنیم یعنی یک سوم از سهام شرکت مال اونه. نگرانی مادرت بجاست. منم به این زن اطمینان ندارم. این آدمی که من دیدم یک تنه همه تون حریفه. اصلا قابل کنترل نیست. وای من اصلا تحمل ندارم اینو تو شرکت هر روز جلچش خودم ببینم. به قول معروف حریف حریف قدره که ما رو اینجوری پیچونده. ولی من خطرشو به جون میخرم. به من اعتماد کن. صورت جلسه امروز رو بنویسید به خانم مهندس. خسته هم نباشید. صورت جلسه رو بخونید. باشه این ببین. چیه؟ به درد میخوره؟ آقای شاملی خانومی اومدن با شما کار دارن. کیه؟ نمیدونم اسمشونو بهم نگفتن. ببخشید خانوم اسمتون؟ خوش اومدید. شما بفهم. به نظر من شما دارین فقط ضرر میدین. من اومدم کمکتون کنم. هیچی نباشه منم اینجا سهم دارم. شما بر چه اساسی دارید این حرفو میزنید؟ مگه سر مخ شده که من براتون سود واریز کنم؟ من منتظر نمیشم کسی برام پول بریزه. پول آخرین چیزیه که بهش فکر میکنم. چه جالب. ولی من فکر میکنم پول اولین چیزیه که شما بهش فکر میکنید. آخه این پولا که برای من پول نیست. به هر حال شما دارین ضرر میدین. اشتباه به عرضتون رسوندن خانم. پروژه های شرکت بعد فوت بابا متوقف شده، ما ضرر ندادیم. به نظرم شما از حساب کتابم خیلی سر در نمیارین. من اگه سهام شرکت رو قبول کردم فقط برای این بوده که زحمات پدرتون به هدر نره، که به نظرم داره میره. من بلدم دو دوتا رو چهارتا کنم. الانم به منشی شرکتتون بگین یه لیست کامل از پروژهاتون با دیتیل به من بده. در اولین فرصت هم یه قرار ملاقات با رئیس امور مالیتون برام بذارید. امر دیگه ای هم دارین؟ تعجب میکنم شما مدیر عامل شرکت شدین آقای دکتر. به نظرم خیلی مهارتی در این کار ندارین. ما فقط داریم به وصیت‌نامه پدر عمل میکنیم. این موضوع واقعا به شما ربطی نداره خانم. تا جایی که یادمه پدر شما خیلی دوست داشت که شما مدیر عامل شرکت بشید. الان این وصیت برام عجیبه. شما وصیت نامه رو دیدی؟ بله. سلام مادر. وصیت‌نامه؟ وصیت‌نامه برای چی؟
باش. مگه میشه؟ میگم از صبح تا الان همه جا رو گشتم نبوده. میگی مگه میشه؟ خب میگم شاید گوشی یه جایی یادت نمیاد. تو اتاق بابا نذاشتی؟ اونجا رو هم گشتم نبود. آهان، تو اون چمدونه بالای اون کمد مدارک رو میذاریم. بله میدونم، چمدونه آوردم پایین، دوبار گشتم توش نبود. چی شده اونجا پیدا نشد؟ نه دیگه، الان این فردا میخواد بگه وصیت نامه، بعد بگیم نیست. از شروع بدبختی آمونه. ببینم زویا، چه بدبختی؟ چه غلطی میخواد بکنه؟ مگر اینکه تو بخوای پشت سینا رو خالی کنی؟ چه حرفی میزنم؟ سینا جا، چند بار بهت گفتم پای این زن باز نکن تو شرکت؟ حالا هر دوتون بگیشید. پیدا میشه دیگه الان. برادرت کجاست؟ قرار بود با وصیت نامه بیاد. نگران نباشید، میاد، جلسه داره. من هنوز نفهمیدم گیر شما چیه رو وصیت نامه. گیر؟ من نگران تو هم. شما دقیقا از کی تا حالا نگران من شدید؟ زویا جان، پدرت اگه مسئولیتی اینجا رو به سینا داده، صرفا از روی عذاب وجدانیه که باش داشته. من با پدرت زندگی کردم، اون همیشه تو رو لایق میدونست برای مدیریت اینجا. ناهید چرا داری این حرفا رو میزنی؟ میخوام بگم وصیت نامه رو حتما بخون. راه نجات این شرکت فقط اتحاد من و توه. سینا آدم مناسبی برای اداره اینجا نیست. اینو بفهم. آنا، اینجا. سلام. سلام مادر. ما وصیت‌نامه بابا کجاست؟ دیدی که گشتیم نبود. بودنش که هست، منتها دلت نمیخواد من ببینم. برای چی دروغ گفتی؟ من کاری کردم، چیزی گفتم؟ و من که خودم بلند شدم رفتم دنبال سینا، خودم بهش گفتم بلند شه بیاد شرکت. دیگه چه لزومی داشت دروغ بگی؟ بابا وصیت کرده سینا بشه مدیر عامل. چرا زویا، مدیریت یه شرکت ورشکسته اینقدر مهمه؟ ما مسئله من مدیریت شرکت نیست. پس مسئله چیه؟ تو حتی با خودت هم رو راست نیستی. چرا، اتفاقا من با خودم رو راستم، ولی تو با خودت رو راست نیستی. خفمون کردی این همه سال با سینا. حالا خوبه این همم سنگشو به سینه میزنی، آخر سرم گذاشت ولمون کرد رفت. من اگر میگم سینا، به خاطری که به اون بیشتر اعتماد دارم، میدونم از تو مراقبت میکنه، به خاطر همین وصیت نامه رو دروغ گفتم. مگه من بچه‌ام؟ عزیز من، تو زورت به اونا نمیرسه، زورت به اون زن نمیرسه. تو از کجا میدونی مامان؟ سینا برمیاد؟ اگه یکی بتونه تو این شرایط از پس شرکت و این اوضاع بر بیاد، اونم منم. ببین، این حرف رو تو گوشت کن. حتی اگر سینا هم برنگشته بود، من نمیذاشتم تو بری جای پدرت بشینی.
اگر به سینا اعتماد کردم به خاطر اینه که اگر یه قدم کج برداره میتونه اصلاح کنه، کاری که پدرت نکرد. حالا اگر تمام اموال و همه چی از بین بره، حداقل سینا از من تو محافظت میکنه، مراقبت میکنه. همین. کردم از دیدن من یا من قبل ترسی داری میری اونجا کار تموم کنی؟ آره منتظرتم. آره آره خب دارم تکلیف دختر مطبخت رو روشن کنم. چی میخوای؟ چیه؟ خب تو برو بذار حواسم به زندگیم باشه، میخوام زندگی کنم. بذار حواسم به سبا باشه. برو برو نه یا تو مغزم. قابل توجه شما نمیره. بیفرماید بهار را به تمنا خواند، دامن ابر را گرفت باران شد، زخم بر سینه نشاند آتش شد، جان داد به باد تا یاس سفید به گل بنشیند. بهار به باغ آمد یاس سفید قامت بلند، خنده زد به صبح های صبح 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 امید. زنده شد به عشق، به عشق زنده شد یاس سپید. قربونت شما. ممنون. دست ماست دیگه. خب بچه ها رو ببر. ما یکم با هم صحبت کنیم. بودو بودو. خدافظی. خب. خدافظ. قربونه قلبتون برم. بودو برم. بودو برم. خدافظ. شب بخیر. شب دختنه. شب بخیر. شبت بخیر. نخوره. چایی نخوره. بعد از مراسم شعر چی میچسبه؟ چایی. چایی. یه وقت عروس شدنشه. خیلی ممنون آقا. بریم بخوابیم. درسته خوابم نمیم. ببین عروسه که دار خوابیده. یه وقت خواب تو قربونت برم. آفرین. قول میدی من رفتم بخوابی؟ مامان هرقدران جونم میشه پیشم بمونی؟ آخه الان نمیشه، همه پایین منتظرم. تو هم باید بخوابی. بیدار شم یعنی تو نیستی؟ نه من باید برم خونمون، ولی یه قول میتونم بهت بدم، بعدش دیگه همش پیش همین. تو دیگه نمیری؟ نه نمیرم عزیزم. اما تو یه بار بابا با قهر کردی رفتی، مامان تلما هم رفت. ببین سبا، بزرگترها بعضی وقتا با هم دیگه قهر میکنن، باعث میشه بچه هاشون رو نبینن، ولی همه قلبشون پیش بچه هاشونه، عاشقشونن خیلی زیاد. منم قول میدم هیچ وقت تنهات نذارم. که میریم خونه خودمون؟ اگه قول بدی بچه خوبی باشی، یه چند شب دیگه بخوابیم پاشیم، بعدش یه شب دیگه هم بخوابی پاشی رفتیم خونه خودمون. مامانم قبلان قول میده دیگه منو تنها نذاری. قول میدم. حالا چشماتو ببن. سویا
میدونی که من از هیچ کدوم از این موضوع رو خبر نداشتم. میدونم. پس از من میدونی که دوست داشتم مدیر عامل شرکت بشم. الان تو هم فکر میکنی ناراحتی من اینه که مدیر عامل نشدم؟ الان دردم اینه سینا؟ پس درده چیه؟ نمیفهمید. از هیچ کدومتون آدمو نمیفهمید. پاشو بیاریم پایین خواهر من. نمیام، حوصله ندارم سینا، تو برو، میخوام تنها باشم. تو داری اشتباه میکنی. میدونی که آنها چقدر دوستت داره. بابا تو دختر واقعیشی. اگرم برای من کاری کرده، حالا اصلا فکر نکنه یه ذره چیزی کم دارم. در حال هر آدمی که آنا مادرش باشه خوشبخت‌ترین آدم دنیاست. سینا دارم خودم رو میکشم که این خونه و این زندگی رو حفظ کنم. بعد آنا میگم بده اعتماد ندارم، تو نمیتونی. اینه دست مزده من؟ من میخواد ازت مراقبت کنم و تو به روش خودش. ولی من که میدونم تو شایسته ترین آدمی هستی که از این خونه و این اموال مراقبت کنی. یه دختر جدی، مصمم، با انگیزه. حالا دست از لجوزی بردار، از فردام امور شرکت رو خودت دستت بگیر. من به همه میگم. بخواهم؟ بخواهم؟ یکم تنها بذار. سینا جان چی شده؟ باش صحبت کردم یه ذره آرومتر شد. خب من میخواستم ازش محافظت کنم، همین. من دقیقا همین رو بهش گفتم. گفتم آنها میخواد ازت محافظت کنم تا به روش خودش. شما هم یه ذره تند رفتیم دیگه. یعنی تو هم میگه اشتباه کردم؟ راستشو بگم؟ بله. خب حالا همین الان میگی چیکار کنم؟ گفتم یه مدتی خودش مدیر عامل وایسه، کار دست خودش باشه. خب شاید حالش بهتر بشه. از موقعی که پدر به رحمت خدا رفته خیلی روحیش خوب نیست. به هارت و پورتش نگاه نکنه، دختر حساسیه. اینجوری بهتره. به درد سر نمیفته؟ من هستم دیگه. خیلی خوب، اگه مراقبشی که هیچ. شما بکشم؟ نه من میکشم شما. بشنی شما عرقبان جان. من تو این دنیا غیر از بچه هام هیچی ندارم. تو زندگیم هم سعی کردم نون حلال در بیارم که اینا نااهل نشه. شاهد عینیش هم حیاته. بله. امیرعلی هم دستش به دهنش میرسه. میرسه دیگه بابا. آره. خدا رو شکر. آره میرسه. امیرعلی به من گفتش که شما گفتین که نه جشن عروسی میخوام، نه مراسم میخوام، نه فیلم برداری و نه ماشین عروس و اینا. اینا رو به خاطر مراعات امیرعلی گفتی؟ یا واقعا عقیدت اینه؟ هر دختری آرزو داره جشن عروسشو ببینه، لباس عروس بپوشه، فیلم برداری کنن، تو ماشین عروس بشینه. مخصوصا پدر مادرها اینا دوست دارن عروسی تو رو ببینن، تو رو تو لباس عروس ببینن. بله عمو جون، حق کاملا با شماست. ولی این تصمیمی که من گرفتم اصلا از روی احساس نبوده. کاملا راجبش فکر کردم. همه جوانبشم در نظر گرفتم. بله ممکنه مامان بابا دوست داشته باشن منو تو لباس عروس ببینن. ولی با شناختی که از من دارن فکر میکنم به تصمیمم احترام بذارن. معلومه پدر جان. ماشاءالله هم شما هم امیرعلی جان
عاقل و بالغ هستین که نیازی به راهنمایی ما پیرفاتال نداشته باشین. اختیار دارین نفرمایید. البته حرف پدر مادر چراغ راه بچه هاست. اگرم چیزی میگن برای اینه که بچه ها بدن نگن چرا نگفتین. بله. خب خدا رو شکر جوانای امروز با قدیما خیلی فرق کردن. دخترم اگه از من میپرسی خوشبختی تو برای من اولویت داره، هیچ چیز دیگه مهم نیست. میمونه مهریه. شنیدم مهریه هم نمیخوای. بله با اجازتون، من هیچی از امیرعلی نمیخوام. قربونت برم، این دیگه یه رسمه، بالاخره حقته، باید یه چیزی رو تعیین کنی دیگه به عنوان مهریه. بله یه چیزی باید باشه دیگه دخترم. من میگم اگر صلاح میدونین اجازه بدین من و عقبان با هم یه همفکری بکنیم، یه صحبتی بکنیم در این مورد، بعد نتیجهشو با شما در میون بذاریم اگه اشکال نداره. پس شما با هم صحبت کنیم به ما خبرشو بدی. اینجاست که شاعر میفرماید دلم به مهر تو صد پاره، هر پاره هزار ذره، هر ذره در هوای تو باد ارغوان جانم. الهی سلامت بفرست. اللهم صل على محمد. حالا میتونیم بس بزنیم بابا. مبارک زایا خانم، چه میز مدیریت بهت میاد. یه جوری حرف میزنی انگار تو منو مدیر عامل کردی. کمکت که کردم. خیلی دلت میخواست بین من و سینا اختلاف بندازی نه؟ اختلاف بین تو و سینا به چه درد من میخوره؟ مدیر عامل بودن من به چه دردت میخوره؟ حداقلش اینه که میفهمی من طرف تو هم. منظورت چیه؟ منظوری ندارم، من فقط دلم خواهد کار کنیم بی درد سر بدون سینا. نهید بذار خیالتو راحت کنم، سینا خودش اصرار داشت که من یه مدت این مسئولیت رو به عهده بگیرم، بعدش هم هنوز سهام داره اینجا. از اون مهمتر اینه که برادرمه، قطعا کاری نمی کنم که به ضررش تموم بشه. تو این چیزا رو نمی فهمی، مدیریت تو به چه درد من میخوره، ولی مدیریت سینا میتونست به ضرر هممون باشه. اینجا تلاس، امیدوارم اینو بفهمی. میدونم. حالا که میدونی برنامه چیه؟ فعلا میخوام یه ذره کارا رو سرسامون بدم، کلی حساب فیک و مشکل دار هست که بعد تکلیفش رو مشخص کنم. این مشکلات زمان پدرتم بود، فقط تو نمیدونستی. الانم کسی برای حل کردن این مشکلات بهت باریکلا نمیگه. بعد برای این شرکت کار کنی، سود بیاری، پول بیاری. توقع هیئت مدیره همینه، توقع منم که عضو هیئت مدیره هم همینه. امیدوارم از پدرت یه چیزایی یاد گرفته باشی.
کجا به سلامتی؟ یکی دو روزه میرم کیش، زود برمیگردم. چرا اون وقت؟ هیچی، برم یه آب و هوایی عوض کنم، خسته شدم دیگه، این مدت همش کار، استرس. جدی دارم میپرسم. میخوام برم یه قرارداد جدید ببندم، دفترشون اونجاست. تو مثل متوجه حرفای من نمیشی نه؟ سینا این مدت هر کاری من کردم یه قوری زدی، چرا بدقلقی میکنی؟ بدقلقی نیست، میگم بذار تکلیفمون با اون خانم روشن بشه، بعد هر کاری دلت خواست بکن دیگه. کجای حرفم اشتباهه؟ سینا تو نمیتونی سر هر موضوعی به من امر و نهی کنی. من میگم بذار همه چیز درست بشه، بعد هر کاری دلت خواست بکن. این اسمش نه بدقلقیه نه لجبازی. بابا تو مدیر عامل اون شرکتی، من اصلا سهامم میدم به تو، خوبه؟ نه بریز به پاش نکن، سهامم میدم به تو. بعد از این اتفاق اصلا چیزی میمونه که من بخوام کارمو شروع کنم یا قرار همه رو ازمون بگیرن؟ خب بگیرن، ببرن. بگیرن به همین سادگی؟ برای تو اینجوریه، برای من اینجوری نیست سینا. مگه نمیگی به من اعتماد داری؟ اعتماد کن دیگه، یه بار به من اعتماد کن. بابا من کار اشتباهی نمیکنم سینا، قول میدم. ازت خواهش میکنم یه بار به من اعتماد کن. دکتر ببخشید معطل شدین، شرمنده. سلام. خوبی شما؟ بسته نباشید، ببخشید مزاحمتون شدم. آقا من غرض از مزاحمت، ما بالاخره مراسم عروسی رو گرفتیم و اینم به مناسبت بالاخره زحمتایی که شما کشیدین و با هم آشنا شدیم، کارت دعوتتون آوردم حضوراً تقدیمتون کنم. دست شما درد نکنه. تلفنی هم میگفتید قبول بود آقای دکتر. تشریف بیارین حتماً. چشم حتماً. مبارکتون باشه. قربونتون برم. فقط آقای دکتر صنباتی، حالا که دارین ازدواج میکنین به نظرم خانم تلما حدادی رو کلن از ذهنتون پاک کنین. چیزی شده دوباره؟ نه همینطوری عرض کردم. چشم، ممنون از دعوتتون. منتظرم. حتما. خداحافظ. خدا نگه. جون. سلام بابایی، چطوری دخترم؟ خوبم مرسی. کجایی؟ من میام، شب میام. ما با ابا میخواییم بریم بازار. باشه دخترم، باشه، مواظب خودتون باشی. مامان جون کجاست؟ مامان جون داره نماز. آها، باشه دخترم. کاری نداری؟ نه ممنون، خدافظ. اسکن کن، فایلش رو برای من بفرست. چشم. آقای شامیری تو اتاقشون هستن؟ بله. ببخشید بعدش با من کاری ندارین، من میتونم برم. شما هم که همیشه میخواین بریم، کارتون رو انجام بدیم بهتون میگم. سلام علیکم. سلام علیکم.
ببخشید با آقای شامیری کار داشتم. تشریف برید طبقه بالا هستن. ممنون. ببخشید خانم جون مزاحمتون شدم. بفرمایید. دکتر سماواتی هستم، می‌خواستم اگر امکان داره با آقای شامیری صحبت کنم. قرار داشتیم باهاشون؟ متاسفانه نه، فقط یه گفتگویی داشتیم، نیمه کار مونده، می‌خواستم باهاشون صحبت کنم. ایشون توی جلسه هستن، باید صبر کنی تموم بشه. بسیار. بله آقای شامیری. چشم الان میارم. بفرمایید آقا، تشریف داشته باشی. کاش میفرمودین من اومدم. ببخشید بدون قرار اومدی، نمیتونم بهشون بگم. باید صبر کنم، اومدم بیرون باهاشون صحبت کنم. آقای شاهمیری بفرمایید. یعنی چی آقا؟ من برای چی باید به شما جواب بدم؟ عوض میخوام، من قصد فضولی ندارم. خانمو میشناسم، حالا من اسمشم خدمتتون میگم. خانم... ای بابا، ایشون خانم شاهمیری هستن. ببخشید ولی فامیلی ایشون شاهمیری نیستم. ببخشید بیشتر از این نمیتونم به سوالاتون جواب بدم. بازم ببخشید مزاحمتون شدم. شامیری میخوان شما یه بار دیگه خودتون رو بررسی کنید. یه نگاهش میدید. بله آقای شامیری. سلام. سلام آقای دکتر. ببخشید اون خانم اینجا چی کار میکنه؟ توضیح میدم خدمتشون. تشبیه این اتاق من. شون گفت رفت فامیلیشون شاهمیریه. بله بله توضیح میدم خدمتشون. کسی تو اتاق من. چشم. خانم من دارم میرم. شما هم خواستی میتونی بری. باشه چشم، ممنون. خدافظ. گمان کنم دلم نمی تپد مرا غمی
شکنجه میدهد از این فراق بریده شدم آنم چو موج غم به من هرس مزند ساحلت مرا تو پس مزند چو بایقی شکست باده بانم تا من هم از خود جدا پشکنم بس بی صدا خدا کنند از خود به خدایم خدا کند این بی همگان به سر کند اندوه زمان در این خزان گم گشته کجایم خستم کجا روم که دل شکستم پرندگی به دور از آشیانم ورق ورق خزان گرفتم رمق رمق زجان گرفتم چو در